بیا اینا گلوله شده که دوده این خوشحال میکردم از زندگی، یعنی نه که زندگی بد باشه یا که نخوام، خوشم نیاد از زندگی. معلومه هر آدمی زندگی کردن دوست داره، تفریح دوست داره، مدرسه دوست داره، یعنی اینطوری نبود که دوست نداشته باشم، ولی احساس میکردم به هم فشار میاد از اینکه این چیزا رو دارم و بقیه ندارن. یعنی احساس میکردم که این حقیه که هر انسانی باید داشته باشه، این مینیمومه که آدم همین. بله من داشتم، ولی از همین که من تکی اینا رو داشته باشم به هم فشار میومد و راستش نمیتونستم تحمل کنم که تو این رابطه با سازمان مجاهدین آشنا شدم و کتابای مختلفی خوندم که بیشتر با جنایت و در واقع این که رژیم هیچی باقی نذاشته، نه تنها نه مدرسه و تفریح و اینا که مینیمومه، اینا که هیچی نیست، یک دونه ارزش انسانی باقی نذاشته، یعنی هیچی توی مملکت ما واقعا هیچی دیگه نمونده. و با اینکه آشنا شدم از اون ور با شهدای سازمان و در واقع مقاومتایی که کردن برام خیلی تکون دهنده و خیلی ازشون انگیزه میگرفتن که مثلا چطوری دختر 14 ساله، یه دختر 13 ساله چطوری مقاومت بکنه و در واقع نمیشکنه در برابر رژیم خمینی، که این به هم خیلی انگیزه میداد. احساس میکردم که در چی هممون دست و دست هم ندیم و یه کاری بکنیم، بالاخره ما هستیم که میتونیم شرایط رو عوض کنیم، خودمون هستیم که تعیین میکنیم رژیم خمینی بمونه و ظلم کنه یا اینکه نه اونجوری نباشه. اینجا از طرف خودم و بقیه دانشجویان حقوق از عالی جناب لرد اسلین تشکر کنم و بگم که نقشی که ایشون برای مقاومت ایران ایفا کردن برای همه ما اشرفی ها نقش فراموش ناشدنی هست. داریم به نظرم وظیفه‌مونه و باید علی‌رغم هر سختی که هست باشه آدم پشت سر میذاره میاد اینجا، که میگم آسون نیست. منم خودم خیلی بالا پایینی ها داشتم، ولی توی نقطه کندن یک لحظه انتخاب، آدم همون لحظه است که همه چی رو کنار میذاره و به خاطر اهداف بالاتر، اهداف کوچکتر مثل درس خوندن و این چیزها رو فراموش میکنه میاد.
کاوکای غرق خون، پرنده های بیقرار، رفتن تون چه داغی بود رو تن سبز نوبهار. تو این سکوت سینه سوز حقیقت صدا شدیم، تو کفر شبهای سیاه رنگ خود خدا شدیم. از شما به پاس دک ها چی بگم، به نگاه خیس ابرا چی بگم، وقتی که ترانه میشه اسمتون، به سؤال روی لب ها چی بگم. چراغ خونتون تو رگ باب همیشه داغه، شب رفتن شما تا برج خورشید، شب معراج بنفشه های باغه. وسطتون دنیا فقط بهونه ای بود تا زمین پر بشه فداتون. خوندین از لحظه پرشور رهایی، یاد میگیره مرغ عاشق صداتون. از شما به پاس دک ها چی بگم، به نگاه خیس ابرا چی بگم، از شکوه سرخ پرواز شما به کبوترای فردا چی؟